آذر خانم کیه؟ چه سوال میکنی آقا؟ چی باید باشه خانم من دیگه؟ بدون اجازه من حق نداری هیچ کنم از ساختمون رو اجاره بدی، فهمیدی؟ آخه قربان من مباشر املاک خانومم هستم نه شما. چرا داری این موضوع میگی؟ خانوم چیه مرد؟ چرا پرت بلا میگی؟ باید حرف منو گوش کنی. من حرف چند نفر رو باید گوش کنم؟ مسئول گرفتن اجاره خونه ها منم، خودم هم میدونم چی کار کنم. شغل منم آقا جون مباشرته. حالا بعد از چند سال کار اگه مباشر هستی، خانمم زن منه، چرا حرف حساب سرت نمیشه؟ حرف حساب خوبم سرم میشه. من به جز خانم حرف هیچ کی رو گوش نمی کنم. شما شوهر خانمین باشین، صاحب املاکی که من مباشرش هستم خانومه نه شما. آدم عوضی حالا داری واسه من تکلیف معیم میکنی؟ حرف دهنتونو بفهمین آقا، اگه شوهر خانم نبودین حقتونو کف دستتون میذاشتم. حضوری موقوف احمق بیشون نه من رو میشنی الان نشونه دیدم میخوشمه اصلا تا چی هستی؟ چی باشی؟ خفت میکنم بی هوا من که کنم زنی شوهر کردی؟ چی هستی تو؟ آخ نجات هم بدید در این خبر میکنم آخ کشتیش با تو هم برشتا خانون مری کنار رو برشتا خاتون نگه داریم من خواهد نجات هم بدید نجات هم بدید آخ کارد برنم کار رو میزه بردم مرده مادر جون این چه کاری بود کردی؟ اونو کشتی؟ چرا مادر چرا؟ نمیتونم چی کار کردم دست خودم نبود مادر جون آخه داشتم خفه میکردم حالا چی کار باید بکنی؟ نمیدونم به کلی گیت شدم تو اونو بر تو اتاق خودش تا ببینم چی کار میتونم بکنم فروزان بیا خواهدون بیا بیا نباید کسی بفهمی که مادرت آدم کشته فهمیدی؟ بلی فهمیدم تو برو بگی بخوا از اتاقت بیرون نیا برسو برو بیا جلو بخواب از دیگه گریه نکن یه طوری میشه دیگه تو از جا تکو نخور همینجا باش تا من ببینم چی کار میشه کرد از اینکه تو خودتو ناراحت کنی که کاری درست نمیشه
فکر نمی کردم به این سادگی بشه ترتیب این کار گرفتن که خیالی به راز بشه من خبر نداره که این کارده فنریه وقتی می زنی تیغش تو دستش بیدی میره اون خون غلابی از دستش میاد ببینم تو خاطر جمعی که بویی نبرده اصلا اینقدر کشیده که هیچی نمیفهمه دارم خوب بازی کردم تا اینجاش که بد نبود تا بعد ببینیم چی میشه بعدم درست مامان مامان چی بلنشو مامان چی خدایی مامان تو رو خود بلنشو من میترستم تو برای یه جه قایم شد بیر بری بکن دیگه نمیدون بری با تو خفی روزانه بگیم اینجا هم که نیست بیر بری اینجا نیست این بچه فوزون همه چیزو فهمیده باید اونو نابودش کنیم میدونم چیکارش کنم منم میام گول از اونو هاش اونجا برو بگیرش نزا در بره تو همینجا باش من میرم حسابش میرسه دختر منه نصف شدی زده به کلش از خونه فرار کرده نفهمیدم چی؟ دختر شماست دختر جون حرف پدرت رو گوش کن و بودو برو خونتون نه دروغ میگی آقا پدرم نیست شوهر مادرمه خب شوهر مادرت همون پدرت میشه دیگه برو جونم برو خونه بودو برو کن ملاحظه فرمودید آقا دختر مادرش مریضه افتاده تو خونه ولی این ببین چه درد سری برامون فراهم کرده بیبریم خونه بیبریم خونه چی داری میگی؟ بیبریم خونه آی از دست بچه های این دروز برو منم صبر کن میبرم ات خونه خودتون خونه خودتون چیه؟ خونه مون که اینجاها نیست من تایی درست دختر نیکرد خونه کشو داری من میبری نیکرد فشا دیگه او سلام سر بردی نیکرد کشو داری میبری نیکرد کمک زحمت منم کم کرد اینجوری بهتر شد دیگه تقصیر منم نیست چیشم؟ امداخ و اکبر بازم چوشو برد چوشو برد؟ با این که از آن نداره که تو عصبانی نشو من الان درست بشه میکنم درستش من یک دقیقه صبر کن خلم زود باش خیلی خانه که زود باش اخی بگه دستم بره تو داشت برد الان همه رو تونه با صداب میرم خیلی خوب بجو نمونم
تو بیمارستان براش لازم بود. کلی حالش جا آورد. میسی خانم پرد. قربونه تو دختری نازنازی. خب با اجازه شما آقای دکتر. با اجازه شما آقای دکتر. خداحافظ شما. خداحافظ. از آقای دکتر خداحافظی کن و تشکر کن. آقای دکتر خداحافظ. خیلی از شما ممنونم که منو. بیش چی بگم؟ که منو از مرگ حتمی نجات دادی. بله خیلی متشکرم که منو از مرگ حتمی نجات دادی. عوضی گفتی؟ با اجازه خدا خدافز فیض گل بلبل کشید و نازش و صیاد بود من اینو نجاتش دادم و حد دکتر تشکر کنم بی خدافزی و تشکر من رو هم شما کرم نشه
در ببندم بیگانه وارد نشه. خب دیگه میسپارم به دست خانم بزرگ. بعدش هم خدا بزرگه. خانم بزرگ مستأجر منه. خیلی هم آره خوبی لنگش تو دنیا پیدا نمی. این خونه یه خونه کاملا ساکت و بدون هیچ کی در. چته مگر غلط چیه؟ چه خبره؟ دلیل شده با من دهن به دهن می‌ذاری؟ پوستتو میکنم. این خانم بزرگ با همه دعوا داره، خیال میکنه ما در خریدش هستیم. با دختر اون چاپ دعوا کرد، اونم رفت به کوچه و در رفت. دل یعنی چه؟ کی دعوا کرد؟ عجب خونه ساکت و آرومه. این همسایه ها منو کشتن. عجب گیلی افتادم، هر کدومشون یه سازی کو کردن. آخه خانم بزرگی چه بساطی را انداختین؟ بزرگ خواه خانم چرا دعوا کردین؟ وای چی بگم تا که نمیدونی هیچ کی به وظیفش آشنا نیست. هیچ کس کار خودش نمیکنه. پس دختر خودت کوش. من چه میدونم؟ مثل این که فروجو اینجا جای تو نیست. من اینو میبرم منزل خودم و حداقل اونجا با بچهای من بازی میکنه. دختر جون با وجودی که زن منم دست کمی از خانم بزرگ نداره، اما باز زنم اونجا بهتره. به مسعودم بگو کجا رفتین. برو فروجو برو بریم دختر جون. کاش پام میشکست نمیمادم تو این خونه. زلیخا اومده بود دم پنجره خودش به مردم نشون میداد. بهش گفتم دختر جون از جلوی پنجره رد شو، مردا بهت نگاه میکنن ایده. اما اون اصلاً من پنجره ها رو باز کرد و رفت جلوتر واسات. هی غیر قنبیل اومد. منو ببین که باید به چه کسایی امر و نهی بکنم. والله گناهه، آخه گناهه. وای خدا، آخه شما به خیر و شر همسایه ها چی کار دارید خانم بزرگ؟ گناه دیگرانی که پای شما نمی نویسن. خاله جان خدا خدا مغزم ترکید. آخه خانم بزرگ، تو که هفت ماه کرایتو نمیدی، چرا سر به سر مستاجرای من میذاری؟ میخوای فرارشون بدی برن؟ چه کار کنم؟ بشینم و هیچی نگم کلاخه بیاد چشممو در بیاره، اون وقت خوشت بیاد. تو رو خدا نگاش کن، با خود منم دعوا داره. آره اصلا همه تو این دشمن جون منی، همه تو بابا داری. حالا دیگه چشمتون به صابخونه افتاده، اومدین چوالی از این حق از لکل دستتون. برکن خانمو برکن. به من هیچ مرگوزی خودت میدونی. برکن موش کنم. آخه بیمو میخواستی از تو هم شوهری؟ هرچی هستم جنم پیل. تو که خرج خونه خود تو به زور میدی، تازه واسم یه مهمون آوردی، اونم یه بچه. آره بابا تو که آزه نگرده بچه خودت هم نداری، چه یکی چه ده تا با تو چه فرقی میکنه؟ وای بدبخت شدم، گرفتاری خودم کم بود، اینام دعواشون آوردن اینجا. بفرمایید تو دمی در بده. خب خانم جون تو که هفت هشت تا بچه داری، یکم بله تو میشه. خب بگی ببینم خرجشو کی میده جونم؟ مرگ تو مسعود، به مرگ بچه ها مرگ چی بود؟ دردیرم در وقت دیدم به این بابا من تا کی نارش را بیرون زهر مار کنم؟ تا کی ساندی به چه خیارشو بخورم؟ تو میده هفت ساسیز و گارباز خوردم تو شکم من دهت گارباز مرد شد. آخه به من چی که تو دلت میخواد بیرون غذا بخوری؟ به تو خونت بخور. خونه رو خوب میگی؟ اصلا تو کی خونه هستی که من باشم زن؟ هر وقت نهار اومدم خونه خانم نیستن کونجان. یه رو آرایشگاه چند ساعت؟ 6 ساعت. یه رو خیاطی، یه رو دوره قمار و رامی. بچه های من رو از وقت چی باید تربیت کنه و چی بار بیان خدا میدونه. و بعد رحیم آقا خدا عمرت بده، دختر من دیگه مسعود خان شما که دوست داشتین از دست این بیارزه خلاصم کن. طلاقمو بگیر. چشم خانم جون چشم. رحیم بیا. من؟ بیا سلام. بیا این بدبخت دوری انداز. ببین رحیم جون دیگه سر و صدا و داد و فریاد دیوونمون کرد. بیا از دست همه اینا برای همیشه یا اقلا برای یه مدتی خلاص بشه. یعنی طلاقش بدن؟ اونم با این قانون حمایت خانواده؟ نه بابا خودمو طلاق بگیریم. مستأجرین من که دیگه پوست منو کندن. به خدا این زنم پوست منو کنده. هر جا بزن قدش باره بریم. ما که رفتیم. ما هم رفتیم. کجا؟ تکیه به اونجایی که عرب میندازه کجا؟ چه میتونم رباد این شهریه دیگه؟
جنگل ما دنبال شکاریم، شکار کو اگه دیدیم اونو به دست میاریم. ما مردیم و تو دنیا هرگز باکی نداریم، اگه شکار وحشی بود نسلشو برمیداریم. تو ممنونم که من اینجا اومدی، سلامتی خودت. شلوغ نکن بابا، حال مردم اینجا اینا چقدر آدم های ندید بدیدی هم. ندید بدید هم میگه، من گفتم بدید بدید هم. چی؟ خودشه. کی اونجاست؟ چی میگی؟ هر دو تاشو، شوهر مادرم، همونی که منو میخواست بکشه، با اون مباشره که مادرم کشتش. حتم داری که اشتباه نمی کنی؟ آره خودشونم. پس اون یارو رو دیدی؟ خب دیدم که چی بشه، ولی اون یارو مرده هست. به این زودی مست کردی؟ این که زنده است که؟ مطلب سر اینه که این آری جناب دیشب کشت. اینده میبینی؟ نکنه من خودم مست کردم؟ نه مست نکردی، حقیقته. باید بفهمیم آقای مرده چطوری زنده شد. تازه سر نخو پیدا کردین، تو اگه میترسی میتونی از همینجا برگرد. چی من برگردم؟ آره. من نه قربان، نمیشه برم منزلی که با عیالم در خور کنم. اختیار داری بندم در خیلی. خیلی خب بلند شو بیا برو جم بیام. خب من میرم دیگه، تو هم برو به کارت برم. همون کار دیگه. آره اما امشب شدید ترش. خیلی خب در بسرس. خب بلند بریم دیگه، بریم به کارمون. حالا که در بس هست، من بلند کن برم تو از اون طرف در واسه تون باز کنم. چی؟ رایی راست میگه، قول نب بگیر. من از یه ارزه ها ندارم، خودت میگه. خودت برم بلند کن برم بازم.
ماشاءالله. بابا یواش امانته. نندازیش دختر مردمو. مواظب باش. روزی خودت خودت بابا. نیفتی بابا. نیفتی. باشه چته. منم میام تو؟ آره. تو اولین باری که دیگه اجازه داخل خونه مردم میشن از اون طرف باید خودمونو برسونیم. خیلی خوب حالا بفرمو ببینم اگه انشالله ما رو به جرم دوزی بگیرن چه خاکی ما به سرمون بریم؟ هیچی با هم میرم زندون. چی زندون؟ من نیستم داداش. یا بابا اینقدر دیخ نزن. خیلی جوره مجبورم چیکار. چیزی نیست. ما که چیزی نمیبینیم. برین گمشین. شما همه تون فورین. برین بیرون. بسیار. استراحت کنیم. ما میریم. کار کجان دو تا خراب هم دیگه گرفته یه دقیقه صاحب کن بره بابا تیچی رسس من که هیچ طاقت ندارم دارم میترکم همینجوری واسه زلزل داری نگاه کنی مثلا میفهمی چی کار کنم برو توقفش کن دیگه من که من دادستانم عجله نکن باید دلیل و مدرکی رو بیاریم اون وقت مدرک مگه از این بالاترم میشه نکنه منتظری تا بچه داروشم بعد دستگیرشون کنی من الان میرم دستگیرشون میکنم بسن کجا چی مگه دیوونه شدی وایسا من الان میرم دستگیرشون میکنم این چه صدایی بود نمیدونم میگم ساکت تو همینجا باش من برم ببینم چه خبر شدم خب خنگ خدا تو که نزدیک بود ما رو لو بدی آخه تو بعد دستگیرشون میکردی دیگه با ببینم راستی اگه اونجا ما رو گرفته بودن چه بهانه ای داشتی با من بهانه داشتم میگفتم تو منو به زور بردی تو اون خونه چی اونم که دنیا چه خبره اما در دنیا واضحه حیای گربه گه گرفته تو هم شما شوخی میکنی من نگران این بچه‌ام رحیم باید به مقامات انتظامی خبر دهیم بله باید به یکی بگیم که جون این بچه در خطره خب بعدم خودشون میدونن که چه بلایی سر این آدمای بد جنس بیارن آره حق با توه من میبرمش پیش رئیس پلیس بریم خب دختر جون
گفتیم مامانت مباشر رو با کارت کشت، ها؟ بله، من خودم با چشمام دیدم. و بعدم مباشر رو زنده و سالم دیدی که نشسته با اونا حرف میزنه. بله آقای رئیس. خب، بگو ببینم، وقتی مامانت مباشر رو کشت، تو خونم دیدی؟ بله مسعود خان، خونم دیدم. تو چی فکر میکنی؟ والا گمان میکنم که اون کارت فنری بوده و توی دستش هم پر از هموگلوبین بوده. ممکنه. خب دختر جان، مگه این خاله جون تو مامانت دوست نداری که این کارا رو میکنه؟ نه آقا، این خاله من با مادرم ناتنیه، یه شوهر داشته، طلاقش داده، بعد اومده خونه ما، مامانم ازش نگهداری میکنه. چرا؟ مگه خاله ناتنیت از خودش پول و ثروتی نداره که مامان تو ازش نگهداری میکنه؟ نه، اون هیچی نداره، همه این خونه و پولا مال مادرمه که از بابام بهش رسیده. یادت میاد که بابات کی فوت کرده؟ 5 سال پیش تو آلمان سکته کرد و مرد. خب پس قضیه حل شد. ما برای اینکه مدارک غیر قابل انکاری در دست داشته باشیم باید در درجه اول بدونیم که اونا به هم چی میگن و صحبتاشون با هم چیه. یعنی میفرمایین از حرفاشون باید نوار بگیریم؟ درست فهمیدین. حالا من تمام این وسایل بهتون میدم که در نهایت احتیاط هر جایی که صلاح میدونین کار بذارین. خاطر جمع باشین جناب رئیس. خب خانم کوچولو، میتونی به ما بگی دکتری که مامانتو معالجه میکنه کیه؟ بله آقا، اون آقای دکتر شمشاده. مطبش کجاست؟ نمیدونم آقای رئیس. من پیداش میکنم آقای رئیس. راستی یه دقیقه صبر کنین. اینم ورقه نمایندگی شما از طرف آقای دادستانه. حالا با خیال راحت میتونی ماموریت تو انجام بدی. منم حتما در جریان کار بذار. بسیار خوب آقای دفتر. بیا بشم. خیلی متشکرم. خوش آمدید. با اجازتون. بیا. خدافظ. خدافظ. الو؟ من پهلوه. خب دیگه چیزی نمیخوری؟ نه دیگه ممنونی. نمیخوری؟ صحبه خوبی بود، دست شما درد نکنه. بله بله خوب بود، پسندیدم، ولی یه خود بیمزه بود. بیمزه خودتی. بس دیگه رحیم، بازم شروع کردی. من که نشستم که. خیلی هم خوب بود، متشکرم فول، میدونی که کار. بله من نهار میای چیزی براتون درست کنم. نهار که میای. ولی تو مگه میتونی چیزی درست کنی؟ یه چیزی درست کنم که مزه زیر دندونتون بمونه. آشپز پنگلی رو باش میخوام ماره چیز خورمون بکنه. برو بابا میتونی؟ خب معلومه که میتونه. بیا فروز جان بیا، اینم پول. ببینم چی درست میکنی ها. با چند دختر خوشگل. قربون تو بگی. شده همه کاره ما. به سلامت. Thank you.
درد سختی مبتلا شده. خواهش می‌کنم یه آمپول مسکن چیزی بهش بزنی یا بهش بپوش. قربونت برم الاجی. آمپول؟ من یکی آمپولی نیستم. آمپولی نیستم. بفرمایید دو تا ببینم. بفرمایید. این فرها اینجا. هر جا بگی می‌فرمایم اما آمپول. چش. بخوام. آها. آبا. آمپول که بلدم بابا این خواب. آتو بنداز. چرا؟ تنش می‌گیری پاش. کجا داری میری؟ این چه وضعشه؟ این چه وضعشه؟ آقا دکتر، این مرد به این گندگی مثل بچه ها میمونه. خیلی معذرت میخوام اسباب زحمت روشم. خداحافظ شما. ببخشی آقای دکتر. حسن؟ بله قربان. مگه نگفتم کسی بدون اجازه من داخل نشه؟ قربان به زور وارد شدن، آخه خیلی درد میکشید. اگه کسی در حال مرگم باشه دیگه نظر بیاد. چشم قربان، حتما. خب معلومه هر کسی در مقابل پولی که خرج میکنه انتظار دریافت چی؟ اون پول شیرین خانم، من که پولی بابت این فداکاری از کسی نگرفتم. خب اگه شما قول ندادین که همین هفته خواهرم رو روونه دیوونه خونه بکنین آقای دکتر. خیلی حرف زده میشه خانم، از حرف تا عمل خیلی فاصله است. شما هم خیلی قولا دادین ولی عمل نکردین. آخ، پس دلیل منومن کردن شما اینه که قبلا پول میخواین. خیلی خوب، کارتون انجام بدید. عجب داستان قاطی پاتیه. اتفاقا خانم این کار از اون کاراست که اول باید پولو گرفت. وای، گاببندی برای آب این بردن خواهشه. خب، ضبط صوتو ببند. باید بریم این زنه نباید ما رو اینجا. بسن یه پاکل اون سیگار بیاد بده بیدیم. چشم بابا، همین الان میارم. بارا زود بار، شکر. ببینم تو چرا بعضی وقتا سیگار نداری ها؟ آخه بابا ما که عمده فروش نیستیم، ما چند پاک سیگار میخریم و به اندازه احتیاج مشتریامون میکشیم. آه. امروز که تموم شد فردا باز میاریم. بعضی وقتا هم پول فروشمونو میزنیم به خرج خونمون. وسطش باد میخوره، یکی دو روزم سیگار نداریم. شما خواست ببخشید. خواهش میکنم. شما رضایتتون رو جلب کنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. قربون محبت. بیا باقی شما رو شما. خواهش میکنم.
از پشت ماشین و صندوق رو بردار بیار اینجا. بیارم بالا؟ آره. چشم رو میارم. کارا داره جور میشه. بالاخره کی رفتن شدیم؟ فردا صبح اول وقت. همه کارامو انجام دادم. خب سمسار دیدی که بیاد این خرت و پرتا رو بله هر باب همین امشب قرار گذاشتم همه رو آبش میکنم. خوبه. پنجره گوش واسده بود. عجب. بله. تو اینجا چی کار میکنی؟ تنها یا کسی همراته؟ نه تنام. سلام. سلام و زهر مار میکشمت. زاخسیه منو چوب میزدی؟ راست بگو. ولم که دستم درد گرفت. تا به من نگی کی تو رو فرستاده اینجا ولت نمیکنم. من کسی. سلام و زهر مار میکشمت. زاخسیه منو چوب میزدی؟ راست بگو. ولم که دستم درد گرفت. تا به من نگی کی تو رو فرستاده اینجا ولت نمی کنم. منو کسی نفرستده. دلم براتون تنگ شده بود اومدم احوال پرسی کنم. ناره تا بمیری. تو گفتی و منم باور کردم. یالا بگو بینم اینجا چی کار میکردی. عجب آدمیه ها، باور نمی کنی. جون شما راست میگم. خودتو لوس نکن. حالا راستشو بگو از کجا خونه منو یاد گرفتی؟ کی تو رو فرستاده اینجا؟ باور کن من وقتی دیدم مامانم با اون چاقو شما رو کش خیلی دلم به حالتون سوخت. انقدر ناراحت شدم که نگو. عجب که از مرگ من ناراحت شدی ها؟ آره به مرگ شما دروغم چیه؟ وقتی که شما رو تو ماشین دیدم فهمیدم که زنده این خیلی ذوق کردم. اون وقت دنبالتون رو افتادم تا اینجا رسیدم. راستی حال شما خوبه؟ شما دیگه نمیمیری؟ دختر خفه میشی یا نه؟ بلاخره بهم میگی کی تو رو به تقییم من فرستاده؟ الهی که دست مامونم شاقالوس بگیره که شما رو کشت. اگه بدونی من چقدر شما رو دوست دارم، دلم براتون یه ذره شده بود. اینقدر که میخواستم سر به تنه نباشه. خفه شو. حالا اینو چی کارش کنیم؟ فایده نداره به این سادگی به حرف نمیاد هر با. اگه اجازه بدی خودم به حرفش میارم. میدونم چی کارش کنم. اول دست و پا و دهنشو ببندیم بندازینش تو زیر زمین. اون وقت نصف شب باید تو بیابون خلاصش کنیم. فهمیدین؟ بله فهمیدین. مواظب باشین فرار نکنه و الا پته هممونو رو آب میریزه. من رفتم. شما بفرمایید خیالتون راحت راحت باشه. یالا رفتی این وجه چیچی رو برمش کنم من دیگه بهتر از این نمیشه روح و مغزشو داغون کرد. خیلی هم تأثیر کرده مگه نه؟ درسته تأثیر داشته اما کافی نیست. میترسم این کار طول بکشه و نتیجه فوری که میخواییم به دست نیاریم. دیگه از این فوری تر و مؤثر تر فقط یه را داره. چرایی؟ که واقعا یه جوری کلکشو بکنیم و سر به نیستش کنیم. نه احمق، اگه بکشیم آخرش میفهمن. باید کاری کرد که کاملا طبیعی جلوه بکنه. خب اگه تو دیوونه خونه متوجه بشن که مخش عیبی نداره و هیچ چیش نیست اون وقت چی میشه؟ هرگز چنین اتفاقی نمیفته. اولا با دوایی که روزانه به تدریج به خوردش میدیم دیگه اعصاب و هوش و حواس براش باقی نمیمونه تا بتونه نظر کسی رو باقل بودنش جلب بکنه. ثانیا
نقشه از بین بردنش تو بیمارستان وسیله یه دیوونه دیگه کشیدیم. همین روز است که روزنامه ها با خط درشت بنویسن یه دیوونه دیگه رو کشت. برای چی میخندی؟ پیدا کردم. خانم شما این؟ بله خودمم. شما کی هستین؟ منو نمیشناسی؟ حقم دارین نشناسی. خانم اقلا خودتون رو معرفی کنین که بشناسم. خب قاتل جانی مباشرت کشتی خیالت راحت شد؟ بازم شما؟ خانم خواهش میکنم، آخه شما از کجا میدونین که؟ از کجا میدونم؟ من خیلی چیزا میدونم که شما نمیدونی. خانم از صبح تا حالا چرا دست از سرم بر نمیداری؟ خیال کردی میتونی خونه ناحقی رو پامال کنی؟ قاتل. خانم باور کنین تقصیر من نبود. خیلوش کنین، انصاف داشته باشین. عجب. شما انصاف داشتین که مباشر خدمتگزار چندین سالتون رو بیرحمانه کشتین؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم بگی شما چی هستی؟ اسمتون چی؟ باور کنین، باور کنین هرچی بخواییم به شما میدم. فقط بیاین اینجا و به من بگی کی به شما گفته؟ کی باید بگه؟ سرتونو کردین تو برف، از جنایتتون خبر ندارین. من حتی گور آقای مباشرتونو میدونم کجاست. قاتل، آدم کش. تو رو خدا خانم، من حاضرم تمام ثروت و داراییمو به شما بدم، ولی به شرطی که بیاین شما رو ببینم. مردشی رو اون ثروتتو ببری؟ خیال کردی با پول میتونی منو بخری؟ خیال کردی دست از سرت میکشم؟ من تو دم مرگم ولت نمیکنم. خدایا خانم، تو رو خدا اقلا به من بگیم کی به شما گفته؟ خواهرم؟ نه. شوهرم؟ نه نه. دخترم؟ نه نه نه. الو 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 الو. خدایا این زن چیه؟ کجاست؟ چطور فهمیده؟ من چقدر بدبختم. چطور بود؟ خوب بود؟ آره خوشم اومد، ولی کردم. کار حالا بانک. برو واس خودت بیس. چقدر بیس میاری تو هم؟ بگی بابا. کار به حتما یک کار میزنی؟ چی کلک میزنی؟ تو چهر میزنی؟ من چهر میزنم؟ الان دیدم که لایی کشیدی. باقتن که گرد کنه واسه من هرچی بشه چی نمیشه.
این دختره نبود؟ آره خودش بود. بری دنباله. برو بری. بری. تو از این بر برو منم از این بر برم. کجا رفت؟ چطور شد؟ من به دلیل ظاهر صاف و ساده تو رو تو کارم شریک کردم، اما گاهی واقعا دیوونم میکنی. نکنه برای سرش اومده باشه؟ نه ترس بابا، اون وروجکی که من میشناسم هیچ چیش نمیشه. بارا بابا تمامش تقصیر توی که نذاشته تعبیرش بدم. به من چه مربوطه؟ حالا کاسه کوزه ها رو سر من میشکنی؟ رایی بلند شو برو سر کوچه، ببین تو سبزی فروشی، نونوایی، بقالی جایی نیست. بلند شو. به من مربوط نی، خودت برو. گفتم بلند شو، آخه ما مسئولی. عجب بساتی، اصلا به من چه مربوط داره؟ من نه سر پیازم نه ته گوجه فرنگی. دقیقا قور نزن، تمامش تقصیر توه. حالا اگه دزدیده باشه چه جوابی داری بدی؟ به درکه بدزدن، اصلا به من مربوطه؟ چه ارتباطی داره؟ من چه کنم اگه گیرش بیارم؟ آره بابا تو حالا کجا بودی دختر؟ کجا رفته بودی؟ ببینم طوری نشدی؟ اوه داستانیه، شما که رفتی مدتم پیازه سبزی بخرم، مباشر رو دیدم، تعقیبش کردم، تا خونش رسیدم، اونجا منو گرفتن، بعدا دست پامو بستن، قرار بود امشب منو بکشن، ولی فرار کردم. دلی رایی، نگفتم ممکنه برای سرش اومده باشه؟ بریم من تو رو تعویض اداره بدم تا خیالم راحت بشه. تعویضش بده راحت چی؟ خب دختر خانم قشنگ، من از اینکه نترسیدی و شجاعت به خرج دادی صمیمانه بهت تبریک میگم. متشکرم آقای رئیس. وظیفه‌مه که خودمو نجات بدم و اینا میکشتنم، مگه نه؟ بله. خب جناب رئیس، تکلیف فروز چی میشه؟ از حالا به بعد فروز خانم مهمون ماست، چون مباشر فهمیده که اون زنده است، ممکنه براش دردسر ایجاد کنه. خب ما دیگه میریم، تو اینجا پیش آقای رئیس میمونی، هم خیال خودت راحت میشه هم خیال ما. آره اقلا منم از دست آشپزی و بلاگیری تو راحت میشم. با خیلی دلت بخواست فروز جون، بیا پیش من، مهمون مایی، بیا عزیزم بیا. خب فروز جان ناراحت نشو، اینجا از خونه ما بهتره، ما هم گاهی اوقات یه سری بهت میزنیم. خب خیلی من که به چهر نمیزنم. خدا هم راکه برن شو خدا به شما زیاد. برو. خب پاشو ببرم یه جایی که از خونه خودت هم راحت تر باشی. بریم دخترم. بلاخره نگفتیم فروزانو و بچه ما چی کار کردیم؟ آخا هر جور فروزانو گذاشتیم پانسیون، نخوردیمش. کدوم پانسیون؟ پانسیون کوهسار گذاشتیمش، فردا بهت نشونش میدم. سلام عزیزم، حالا چطور؟ خوبم. تا حالا کجا بودی؟ پیش دکتر بودم، چه میدونم، یه چیزایی گفت که چی گفت؟ تو رو خدا دکتر هر چی گفته به منم بگی. آخه چی بگم؟ چیزی نیست، ایشالله که خوب بشه عزیزم. آخه این چه مرضیه که من خودم نباید از اون اطلاعی داشته باشم ها؟ گفتنش مشکل است. آخه چی بگم؟ چطور چی بگی؟ چرا چیزی که مربوط به من از من پنهان میکنی؟ اگه بگم تو ناراحت نمیشی؟ نه ناراحت نمیشم، بگو. دکتر گفت اگه یک دوباره دیگه تو شوکه بشی و از این شبه ها ببینی، حتما دیوونه زنجیری میشی. دیوونه تو هستی که مرض به این بزرگی رو داری به خود مریض میگی. حالا میفهمم که تو این مدت از دست حماقت های این مرد دیوونه شدی. چی کار کنم؟ خودش اصرار کرد، منم گفتم دیگه. شما دوتا مثل اینکه در دیوونه بودن من شکی نداری. لابد فکر میکنی که هیچ اثری از دیوونگی در تو نیست، نه؟ خیال میکنی؟ معلومه که دیوونه نیستم، دیوونه شما هایی. راستی از شبه مباشر چه خبر؟ دیگه به سراغت نیمد عزیزم؟ لابد امشب باز روح مباشر خدمتش می... اگه دیوونم نباشم، شما ها بالاخره با این حرفتون منو دیوونه میکنی. چه فکیو بیچاره، اینو براش میسوز. از کی تا الان دلسوز شدی؟ می ببینم با من چی کار دارین آقای کاراگا؟ چون وقت زیادی ندارم مختصر عرض میکنم، شوهر شما با خواهرتون دست به یکی کردن که شما را از بین ببرن. اون دکترم دکتر نیست، قلابیه. مباشرم شما نکشتین، اون زنده است. نمیتونم بفهمم، عجیبه.
سر در نمیارم، ولی من با دست خودم مباشر رو کشتم. نه خانم، شما دارین اشتباه میکنی. همه اونا صحنه سازی بود. خواهش میکنم به من اعتماد داشته باشی. برای اینکه اونا رو بهتر بشناسین این گیرنده رو بگیرین. من فرستنده تو اتاق اونا کار گذاشتم، هر حرفی بزنم میشنوین. بیاین. آره، بعد از تموم شدن اون کارمون باید جناب مباشرم سرمنیز کرد. بار اول دروغی مرد، این دفعه راست‌راستی میمیره. بعد راحت آسوده میتونیم زندگی کنیم و با پولای آذرخانم لذت ببریم. اینجا که قتلگاه بابا. دلم میخواد که زودتر بریم. فقط خب دیگه سفارش نمیکنم. ببینم از روی مباشر که نمیترسی؟ نه دیگه، خیلی متشکرم. آراسی، فروزان بچه‌تونم پیش ماست، اون جای امنیه، نگران نباشی. ولی خواهرم گفت گذاشتنش پانسیون. دروغ خانم چون، اونو پرت کرده بودن تو دره، من پیداش کردم، صحیح و سالمه. حرفمو باور کنی. خب دیگه من رفتم، فعلا خداحافظ. تو اون ملکی تو شهرستان حساب نمی کنی؟ از اولش که قرار بود اون مال من باشه. تو اینجام داری مرد رنده میکنی. اینقدر حرص نزن، خودت میدونی که بیشتر نقشه هم مال من. تازه تو اجرای همش هم نظارت مستقیم دارم. از اول قرار شد همه چیزمون رو نصف کنیم. زیاد سخت نگیر. تو به این فکر نمی کنی که عوض املاک اضافه که من ور میدارم من چی قراره بهت بدم؟ خودم و مگه نه؟ قرار نیست با من ازدواج کنی. اگه از قرار مداره که با هم گذاشتیم ناراحتی، میتونی شرکتمونو به هم بزنی. ناراحت نباش جونی، تو هم خدا رو میخوای، هم خورما رو، هم یه زن تو دل برو مثل من و هم میلیون ها ثروت به این آسونی ها مالی یه نفر نمیشه. دارن تقسیم اموال میکنن. آره، اونم وقتی که هنوز صاحب مال زنده است. خب کار امشبمون بسه، بونش بریم. بذار اقلا سهم ما رو بدم بعد بریم.
از یه ماجرای سردر بردیم و داخل قضیه شدیم. بعدم که رئیس رسما به من ماموریت داده، حالا باید کار بفرمایید. بفرمایید. ارباب کارتون رو تموم کردی؟ میدونی خیلی عقبتون گشتیم تا پیداتون کردیم. آخه بچه دستمون فرار کرد. چی؟ فرار کرد؟ بله. اگه به پلیس بگه که همون بدبخت میشیم. این ارزه ها چی شد؟ این بودتا رهیم خودش خوب نگاه شد. آره مثل اینکه خودش چرا ریخته شده؟ معلومه دیگه هر ساعت باید به یه ریختی در بیاد که نشناسه. میدونم چی کارش کنه. کجا داره میره؟ میخوا چیکار کنه؟ بلایی به سرش میارم که خودش حظ بکنه. یه فکر بکر عالی کرد. برو ببینم. حضرت آقای مرده عرض داشتن. فرمایشی داشتی؟ نفرمایید. من یه عرض مختصری با جناب آقای مباشر مرحوم داشتم. مباشر که اون شکیه بار پکارت نمیشنسی؟ و بفرمایید بریم توی کلانتری خدمت رو معرفیش کنه. چی؟ بله بچه ها چی میگی؟ بتونی راحت بگیری بخوابی. بیا آخه این قرصا روز به روز منو ضعیف‌تر میکنه. این حرفا کدومه خواهر جون؟ دکتر سفارش کرده که حتما موقع خواب باید از اینا بخوری. به جای دوتا باید چهار تا بخوری. بیا بخور. باشه میخورم. هیچ عیبی نداره، همین الان یه لیوان دیگه برات بیارم. تو دهنم مونده. آوردم. بیا بیا روش آب بخور. آخه این بگرم چسبیده بودن. مرسی خواهر. خب دیگه من میرم بخوابم، تو هم بگی بخوابم. خواهش میکنم نرو، من میترسم. میترسم باز روح مباشر پشت پنجره پیدا شد. نه خواهر جان، دیگه مباشری در کار نیست. تو اون رو کشتی؟ بام دفنش کردی؟ نه خواهش میکنم نرو، تو تنها میمونم روح مباشر پیداش میشه، وقت نزدیک سکته کنم. نرو نرو، شاید از تو بترسه و دیگه پیداش نشه. خیلی خوب، من نمیرم تا تو بتونی راحت بگیری بخوابی. حالا راحت بگی بخواب عزیزم. پنجره کسی نیست. نگفتم من دیوونه شدی خواهر؟ طفلک دیوونه که من دیوونم ها؟ خواهر من دیوونم با؟ که من دیوونه هستم، که من دیوونه هستم، دیوونه. شوهر عزیزم، شوهر نازنین و غمخوارم، هایجای بیا ببین یه بچه قنداقی به من نگه دیوانه. خواهر
کیرونکی. خوابای خوش ببینی. سلام شیرین خانم، چطور بود؟ اکارم راضی هستین؟ آه خیلی خوب و عالی بود، ولی سعی کن دفعه دیگه قیافتو عوض کنی، خشنتر، ترسناکتر. چشم، اطاعت میکنم، ولی شما به من یه قولی داده بودین، نمیخوایم به قولتون وفا کنیم؟ چه قولی؟ همون قول. برین شیرین خانوم، که تو توقع نداشته باشم، خیال کنیم منم مثل دیگرون. دیگرون؟ مثلا کی؟ خودتونو به اون را نزنیم، مثلا آقای گودتون. فکر کردیم ما نمی فهمیم، ما همه چیز رو می دونیم. بله من هر شب بعد از اون مسخره بازیهی که در می آوردم از اونجا تن و بدن قشنگ و نازنین شما رو نگاه می کردم. خدا می اگه فضولی نمی کرد دو سه روز بیشتر زنده می بود. کشتنش عجیب ناراحتم کرد، دیگه نتونستم تحمل بکنم. آقای گودرزخان دیگه نمیتونی با من چونه بزنی، این شد دوتا بچه و مباشر. این به اون در، یعنی من حق دارم از تو بیشتر سهم ببرم. بسیار خوبیه، شروع کنیم. ببینم عجیبه، تلفن قاطی. بده ببینم به بار شانس، این دیگه چه مرگشه؟ گفتم که تو بالاخره یه کاری دست من میدی، منو فرستی این بالا که چی؟ حالا چی کار کنم؟ بیام با این یا نه؟ بیام با این؟ نه 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 من میرم تو، تا پنج دقیقه دیگه وصلش کن، فهمیدی؟ خدا آخر آقا شما رو بخیر کنه، اگه دست منو بر بگیره من دست کیو میگیرم؟ حالا چی کار کنی؟ من چه میدونم؟ شیرین بپرس کیه؟ کیه؟ مأمور تلفن خانم، تلفن شما خرابه؟ بله بله. شما از کجا فهمیدی؟ کنترل مرکزی ما نشون میده که ایب از تلفن شماست. اتصالی پیدا کرده و تمام تلفن های این راسته رو خراب کرده. اجازه میفرمایید بیام فوری درستش کنم؟ بله بله خواهش میکنم. تلفن شما کجاست خانم؟ اونجاست، نمیدونم چه مرگشه. الان درستش میکنم. قاطی هم شده بودم، درستش کرد. بله درست شد. بله آقا میتونه استفاده کنه. خب خیلی
متشکرم آقا. ببینم من شما رو کجا دیدم؟ والا ممکنه خانم، ممکنه تو شرکت تلفن دیده باشی. چطور بایه؟ من شما رو تو مطب دکتر شمشاد ندیدم. خدا نکنه خانم، من در سراسر عمرم یه سردردم نگرفتم. ببینم شما با یه آقایی که دل درد داشت نبودین؟ اختیار داری خانم، شوخیتون گرفته. شما داره سر به سر ما میزنه. نه بابا، خدا شما با اجازه باش. به سلامت. در هر صورت خیلی ممنونم، بی زحمت در باغ محکم ببرم. متشکرم. اطاعت میکنم خانم، شب بخیر. خدا خدا حافظ شما، قربان شما. دکتر کی این خانم؟ شما اید؟ این وقت شب خیر باشه. برای شما خیلی خیره، چون شما امشب به پولتون میرسین. یعنی میخوای بگی که حالا آذر خانم خوب نیست؟ بله، حالش خیلی خرابه. باید به هر قیمتی شده همین امشب ببرینش تیمارستان. این موقع شب؟ آه، این غیر ممکنه. غیر ممکن وجود نداره. 50,000 تومن دیگه تو من حاضر کردم. باید با 2-3 نفر بیای اینجا و دست و پاشو ببندی و با خودت ببریش تیمارستان. آخه خانم، اینجور کارا رو کسی به این آسونی قبول نمی کنه. چی؟ هرچی بخوان میدین؟ بسیار خوب. یادته یه گواهی فوت برای مباشر ما صادر کردی؟ بله؟ بله بله. مگه چطور شده؟ ایشون به تازگی فوت کردن دکتر. شما باید موقع دفنش اینجا حاضر باشین. بله، همین الان منتظرم. الو 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 الو، چه جنسی؟ باشیرین دکتر چی گفت؟ هیچی، به تته پته افتاد، مثل موم تو مشتمونه. دکتر شمشاد بود نظر آدمش بیان تو تابع موازه باش. سلام. سلام، کسی همراهته؟ نه، تنها. پس چرا اون چند نفر با خودت نیاوردی؟ لزومی نداشت، من با خودم آمپول بیهوشی آوردم. تو از ما استاد تری، بیا تو دکتر، بیا. چیو میخوایی چرد کنی؟ مباشرمون بیچاره تا یه ساعت پیش زنده بود. پس چطور شد ما؟ من کشتمش. من که کاملا از دست شما ها گیج شدم. آخه چرا؟ یعنی چه؟ معلوم من بهتون میگم چرا با آقای دکتر. یعنی اینکه آدم وقتی خودشو به پول فروخت و به حد صرف تنظر کرد، دیگه خوب نیست در جنایت کاری ملاحظه کنه. گلدست تو کستی؟ او آشناس قریبه نیست. گودرز چرا بایستادی؟ با کشش بریم کنار ببینم. بینج میگه کشو برن تو کتابی این کارا چیه؟ گودرز مارا زنده نمیزه رو بایشت بری بیرون چی باشی؟ گودرز بیرون حرکت بلوم زابطه سراخ سراخت میکنم. زنده باشی رایم چون خیلی به موقع بود. حالی کالا چی؟ حالا بی حرکت، این شد حسابی. او یکی قله بود، حالا یکی حقیقی عیده پدرتون در بیارم. بی حرکت و هلا سلاخ سلاخ میکنم، آفیس میکنم. مامور تلفن؟ بله خانم، تلفنتون دیگه خراب نیست؟ شما؟ آره دکتر جونم، منم بگه آجا فره چکون نخورین؟ بی حرکت، اونا تنها نیستن، کاملا در محاصره هستی. واقعا جای تاسفه. اجازه می فرمایین
دستای نازنین شما برای یه رفم که شده با دستبند آشنا بشه؟ پلیس؟ پس اینا پلیس بودن؟ هم آره هم نه، یکیشون پلیس یکیشون نه. تصادفی کارگاه ما بچه رو تو دره پیدا میکنه و فوراً ماجرا رو گزارش میده. ما هم برای کشف و دستگیری مسببین این جریان به خودش ماموریت میدیم و کار به اینجا میکشه که ملاحظه میفرمایید. و اما شما آقای دکتر قلابی که حتی دیپلمتونم جعلی و قلابیه، شما تونستین 5 سال تمام با این مدرک جعلی و قلابی دکتریتون مردم رو گول بزنین، ولی دیدیم بالاخره عدالت گریبان شما رو گرفت. ما سابقه شما رو گیر آوردیم، حتی دانشجوی پزشکی هم نبودیم. خواهر عزیز، اجازه میدین به قاتل خودم و بچم یه نگاه سیری بکنم؟ آخه چرا؟ من چی کارت کرده بودم؟ بچه یه بیگناه هم چی کارت کرده بود؟ آخه تو چطور دلت اومد بگی بچه یه خواهرتو نابود کنن؟ آخه چرا؟ 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 تو چرا؟ شوهر عزیزم، آخ که من چقدر رو دوست داشتم، چقدر سر تو با خواهرم جنگ و دعوا کردم، پس همش صحنه سازی بود؟ مگه اون بچه چه گناهی کرده بود؟ ببینم اون طفل معصوم کجای زندگی تو رو از دستت گرفته بود؟ جواب بده، جواب بده، جانی خاطر آدم کش. چرا؟ 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 آیون صبر کنین، صبر کنین، یه دقیقه اجازه بدین من دو تا کشیده و نکشیده آبدار به گوشه این بذارم تا این دلم خنک بشه. زهیر شده، کجا بودی؟ بجا اینکه بیای به خونه و زندگی تو به من برسی واسه من جنس بند شدی؟ بابا جا من رفتم ترقی بکنم، که پرس میکنم بابا که تو نمیخوای ترقی بکنم، بجا بگیر چرا همچی میکنی؟ بارا گم شد بیدونه احمق بیتر بیاد. اینم حلقه لعنتی ازدواجت. فردا میرم وکیل میگیرم، میرم دادگاه تقاضای طلاق میکنم. برا هر غلطی دلت میخواد بکن، جونم رو بلبم رسن. خانم آقا آزاد شده، خانم آقا آزاد شده، خانم آقا آزاد شده. خانم آقا خوش به حالت که آزاد میشی، خدا کنه بازم سر و کارت این طرف ها بیفته. سر و کارت بابا این طرف ها بیفته، خواب بسر هیچ بیری. خانم آقا جون دلم عبدالعزی با 7 شب هم به نیاد من روشن. خیلی خب 7 شب واسط روشن میکنم که 7 هوا خانم آقا جون اگه رفتی سفر امام رضا منم دعا کن. چشم، حتما میرم پیش امام رضا دست به دامنش میشم که اسرائیل بیاد جونتو بگیره. نمیدونم بی خودی از خواب میپره جیغ میکشه. من که بهت گفتم تو زندون با این همه غم و قصه، با این شیر اعراضی که به بچه میدی، آخرش این بچه از بین میره. بالاخره چی کار میکنی؟ میفرستیش دارالایتام یا اینکه میدیش من بزرگش کنم؟ نمیتونم اینو از خودم جدا کنم، دلم راضی نمیشه اصلا، دست خودم که نیست. این بچه تنها یادگار روزای خوشبختی منه. ولی اینطوری بچت از بین میره، اون وقت دلت بیشتر میسوزه. شاید خوب بشه، حتما خوب میشه. آخه خدا اینقدر ظالم نیست که اینم از من بگیره. من فقط دلخوشیم به این بچه است. ببین دختر جون، تو که میدونی من لیلا رو دوست دارم، حاضرم مثل تخم چشمم ازش نگهداری کنم. هر وقتم دلت براش تنگ بشه میارمش ملاقات ببینی، هفته یه روز دو روز هرچی دلت بخواد. راست میگه دختر جون، هفته دو روز ملاقاتی داریم، بچه تو میاره میبینیش دیگه. مریم به خدا من جای تو بودم بچه‌مو بهش میدادم. راست میگه، بده بهش ببره.
بده بهش ببره پیش خودش نگهداریش میکنه، هر هفته هم میاره ببینیش، فرکشو نکن دختر، بچت اینجا از بین میره. این شیری که بهش میدی برای سمه، میکشتش. بدهش به من جونم، بدهش به من، فکرشو نکن. خدایا چی کار کنم، چی کار کنم؟ بده بهش ببره، هفته ای دو دفعه میاره میبینیش دیگه، ازش بی خبر نمیمونی دختر. آره بدهش، بگیرش. سب کن این گردن بند و گوشواره ها رو بگیر برای مخارجش، جون تو و جون بچه. مطمئن باش، خدا حافظ. نه نه سب کن، سب کن، بذار ببوسمش، بذار ببوسمش. دختر عزیزم، لیلای قشنگم، عزیز دلم، خدا حافظ. یالا خانم آقا معطل نکن، خدا حافظ. خدا حافظ. اومدم دیگه خانم آقا، شنبه حتما بیاریش، حتما بیارش. این چیه پیری، تازه زایدی؟ به تو مربوط نیست، برین گمشی. آبی میری داشت کلو ماشید اکتشاف کرده که این بچه مالی یک کله گنده هست، واسه این که آبرش نره یه پولی داده به این پیریه که بچه رو سر به نیست کنه. میگی نه جی باشی بکردی؟ اگه دست به هم بدنین با ناخون هم چشماتون از کسی در میرم. بری گرم بیرم ماشین رفتایی بینه بابا. ببین چه جواهر آلاتی دیدی آجی درست میگو. آره همه درست میگو. بدش به من، تو رو خدا بدش به من. خانم آقا نترس، ما ماموریت تو رو انجام میدیم، بچه رو سر به نیست میکنیم. بچه ها بریم یه چتی بزنیم. بیشرفا بی آبروها، خاک بر سرای دوز، میخوام بچه رو سر به نیست کنن. خدایا من جون این بچه رو چجوری از دست این بیشرفا نجات بدم؟ ای خدا. الله اکبر. لیلو جو این آقا احمد مرد با خدایی، حتما تو رو از سری را بر میدیره و بزرگ میکنه. همه جوری خوابو گریه هم بکنه. باز یه بچه بیگناه سر راه گذاشته. اسم این دختر لیلاست، مادرش به حبس ابد محکوم شده. برای رضای خدا از این بچه نگه دارید. کچول مچولو مسل دخمه این بده که آمه او بچه ها رنگانه. ساعت پنج، هنوز خانم آقا بچه رو نیورده. نه نیورده. خب حتما میره، قصه نخور، حتما میره. دیگه که یخه داره وقت ملاقات تموم میشه. خانم آقا میدونه چی کار کنه. پس چرا تو نمیری؟ منتظر کی هستی؟ منتظر بچم هستم. خانم آقا قراره بچم رو امروز بیاره که ببینمش. نمیدونم چرا تا حالا نیورده. اگه میخواست بیاره تا حالا آورده بود. برو جونم، برو، بی خود معطل نشو. نه سرکار، خواهش میکنم، حتما خانم آقا میاد. غیر ممکنه یادش رفته باشه. اون قول داده، اون قول داده که بچه‌مو بیاره. تو رو خدا ببین، شاید تو راه رو باشه، شاید یه کمی دیر اومده باشه، راش نداده باشه. خانم وقت ملاقات تموم شده، دیگه کسی رو نمیشه راه داد، مسئولیت داره. خواهش میکنم، خواهش میکنم، بچه‌م مریض بود، من باید بچه‌مو ببینم. بیا بریم دختر جون، اینقدر خودتو ناراحت. حتما دوشنبه دیگه بچه‌تو میاره میبینه. نه نه، من میخوام بچه‌مو ببینم، میخوام لیلامو ببینم. لالا کنه به خواب خوشگلی. یکی چی شده؟ چی شده؟ چه خبر دیدی؟ بگو ببینیم چی شده؟ الان خواب لیلامو دیدم، یه خواب خیلی بدی برای دخترم دیدم، میترسم بلای سر اون اومده باشه. نه که بچه هم سالمه، اینقدر فکر و خیال به خودت راه نده. بگی بخواب، بگی بخواب دخترم. ای خدا، بچه من کجاست؟ به سر دختر بیگناه هم چی اومده؟ حتما مرده، خانم آقا حتما بلای سرش رو برده. ناراحت نباش دختر جان، خدا بزرگه، میدونی که خدا بخشنده و مهربونه، خودش بچه تو رو نگه میداره. اینقدر خودتو ناراحت نباش.
امروز روز دوره باسوادیه لیلا جون. اگه آدم بخواد به یه جایی برسه باید باسواد باشه. مریم فرزند عباس. مریم فرزند عباس کیه؟ نشنفتی؟ منم. چی به من مژده میدی؟ یه خبر خوش برات آوردم. از دخترمه؟ نمیدونم، اما هرچی هست که خیره. بیا برو دفتر زندان شناسرگود باید کار داره. برو سود باش، ایشالا خبر خوش دارتی. برو سلام آقای رئیس. سلام خانم، بفرمین بشین. متشکرم، همینطور خوبه. ای خدا، ای خدا مهربون، خودت کمک کن، کاری کن که از دخترم خبری به من برسه. خب، اگه گفتین برای چی خواستم که شما بیاین اینجا؟ نمیدونم آقای رئیس، حتما از دخترم خبری شده. نه، راجب خودتونه. 6 ماه قبل اداره زندان راجب شما گزارشی به کمیسیون عفو بخشودگی داده و تقاضا کرده که شما رو عفو بکنن و خوشبختانه کمیسیون با عفو شما موافقت کرده. بفرمایید، اینم حکم آزادیتون. متشکرم آقای رئیس، متشکرم، ممنونم. خدا حافظ. من آزاد شدم. آزاد شدم. اینم برقه بخشیدگی رو به هم عرض کرده. امیدوارم یه روز همچی خبری برای همه شما ها برسید. حالا دیگه میرم دنبال دخترم. به دلم برات شده که اونو پیدا کنم. اگه شده زمین و زمونو به هم بریزم پیداش میکنم. خب دیگه خدا حافظ همه گیتون. هر بدی هر خوبی از من دیدین حلالم کنی. خدا حافظ. ما رو فراموش نکنیم. بدیدم حافظی رو من گرم. بیاینم یادگار دختر. دیگه به این احتیاجی ندارم چون میرم خود دخترم رو پیدا میکنم. ایشالله که پیداش کنم. به امید خدا هر جو باشه پیداش میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. با کی کار داشتی خانم؟ ببخشید منزل خانم آقا اینجاست؟ خانم آقا کیه؟ چطوری بگم، یه پیرزنی بود که 20 سال پیش از زندون اومده بود بیرون. آها، اون پیرزنه جیب‌بره رو میگی؟ آره خودشه. اون خیلی وقت از اینجا رفته، الان 15-16 ساله. شما نمیدونین کجا رفته؟ تا اونجا که من خبر دارم رفته آبادان پیش دخترش اون طرفا. آبادان؟ نه، با خانم آقا چی کار دارم؟ میخوام خودشو ببینم، باهاش کار دارم. مریضه تو اون اتاق خوابی. اسمت کور شده، یه چی که آب به من بده، خفه شدم از تشنگی. خدایا خودت بیا مرو. بیا خانم آقا، بیا این آب بخور. قربونت الهی خیر ببینی. تو کی هستی؟ من مریم هستم، تو زندون 20 سال پیش دخترم رو دادم بزرگ کنی. نگاه کن شاید یادت بیا. خدا رو شکر. خب بگو دخترم کجاست؟ دخترم رو چی کار کردی؟ دخترت پیش یه مردیه به اسم آقا احمد. آقا احمد؟ آقا احمد کیه؟ خونش کجاست؟ تهلون پشت مسجد حاج ابوالفت. از هر کی بپرسی خونش رو نشون میده. گفتی آقا احمد؟ آقا احمد دلم کن دیگه. لیلا دخترم ما بازه 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 علی ما بازه بمه. وای علی جونم دران میافتم. نه ترس من بازه 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 نیافتم. خب دیگه واسه امروز بحث من خسته شدم. تو چرخ سواری رو تقریبا یاد گرفتم، بعد باید موتور سواری رو یاد بگیرم، بعدش هم اتول سواری. خوب بود قبل از همینه شطور سواری یاد میگرفت. چطور مگه؟ آخه استعداد در شطور سواری از همه چی بیشتره. شطور سواری از همه چی راستی علی امروز چرا نرفتی کار کنی؟ مگه تاکسیت خرابه؟ نه
دادمش سرویس، همین الان میرم میگیرمش. خب کاری نداری با من؟ چرا؟ ماشینتو که گرفتی بی من ببر بیرون، کار دارم. دخترم مزاحمش نشه، بذار به کارو کاسبیش برسه. مزاحم چی عمو جون؟ لیلا خانم هر امری داشته باشن از جون و دل اطاعت میکنم. چشم، تا اون بر دنیام که بخوای بری خودم یکی نوکرتم. قربونتو. خدافظ. واقعا که چه پسر فداکاریه، تو جوونای این دوره نمونه است، تو هم از جونش بیشتر دوست داره. میدونم چی میخوای بگی، من به علی به چشم یک برادر نگاه میکنم. میدونم، تو اون پسره رو اسمش چیه؟ جهانگیر. آره تو جهانگیر رو دوست داری، ولی دختر جون از من بشنو، اون از طبقه ما نیست. اگه شوهر تو یه نفر از همترازای خودمون باشه بهتره تا پسر یه میلیونر. به جوانای این سال و زمونه نمیشه اطمینان کرد، بعضیاشون گرگایی هستن که به لباس میش در اومدن. نه پدر جون، جهانگیر پسر خیلی ساده ایه، مثل یه بره میمونه، فکر و ذکرش فقط درس خوندنی. کسیه که میتونه مرد زندگی من بشه، تنها کسیه که میتونه واقعا منو خوشبخت کنه. عجب جنسی هستی. الو جهانگیر. سلام. سلام عزیزم. بچه ها سکیت، حالت چطوره لیلا جون؟ چی کار میکنی؟ مثل اینکه اونجا خیلی شلوغ پلوغه. آره با هم شاگردیام داریم درس حاضر میکنیم، آخه میخوام امسال به خاطر تو شاگرد اول بشم. خب پس مزاحمت شدم؟ عیب نداره عزیزم. راستی با پدرت راجع به ازدواجمون صحبت کردی؟ آره تقریبا موافقتشو گرفتم. راست میگی؟ این بزرگترین مژده‌ای بود که بهم دادی. این خبر بهم نیرو میده که هرچی بیشتر و بهتر درس حاضر کنم تا بتونم لیاقت زندگی با تو رو به دست بیارم. پس با اجازت من برم درس حاضر کنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. میبوسمت. خدافظ عزیزم. بچه ها مژده بدین، بالاخره مایه طلایی به تو رو. علی همین روزا همتون رو به یغد عروسی قلابی دعوت میکنم. عروسی با کی؟ با لیلاه. آره من نمیذارم، کلایی تو میکنم. چرا ناکس؟ من که گفتم لقمه چربیه، با هم میخوریم. آه مگه این لقمه چرب با هم بخوریم؟ من میخورم به سلامتی لیلای خوشگل و مامانی. دختر جون من مرد امول و عقب افتاده ای نیستم، فقط میگم جهانگیر از یه خانواده میلیونر، ما با اونا خیلی اختلاف داریم، اینو باید در نظر بگیری. این حرفا چیه پدر؟ دو نفر که همدیگر رو دوست دارن، دارایی یا نداری براشون مطرح نیست. خودت صلاح زندگی تو بهتر میدونی، من که جهانگیر رو درست نمیشناسم، اما علی رو از بچگی بزرگ کردم، اون برادرزاده منه، خون برادر من در رکای اونه. درسته که یه راننده تاکسی بیشتر نیست و درآمد زیادی هم نداره، اما در عوض میتونه تو رو خوشبخت کنه. پدر من علی رو خیلی دوست دارم، پسر خیلی خوبیه، ولی میدونی ما باید با زمان جلو بریم. امروزه اگه زن و شوهر زندگی مرفهی نداشته باشن، نمیتونن به اون خوشبختی که آرزوشو دارن برسن. آخه دوستی و عشق همه چیزو حل نمیکنه که. پول خیال میکنی پول میتونه آدمو به آرزوهاش برسه؟ من خیال نمیکنم، یقین دارم. جهانگیر منو دوست داره، میتونه شوهر خوبی بر من باشه. اگه اینطوره پس چرا پدر مادرشو برای خواستگاری تو به خونه ما نمیفرسته؟ پدر مادرش آمریکا هستن، به اونا نوشته که اجازه بدن ما با هم عروسی کنیم. فکر میکردم تو منو دوست داری، اما حالا میبینم که پای یه پسر پولدار وسط اومده و اصلا همه چیزو فراموش کردی. تو همه چیزو به پول میفروشی. بی خود واسه من عصبانی نشو، چرت و پرت نگو. من صد دفعه به تو گفتم پول اون زیاد بر من مطرح نیست. تو دروغ میگی، اتفاقا خیلی هم مطرحه. آخه علی بوی بنزین میده روغن، اما جهانگیر خانه داد کلان 100 تومانی میزنه. علی لباس چربی و چروکیده تنشه، اما جهانگیر خان خط شلوارش خربوزه رو قاچ میکنه مثل همه شیگوله. به تو اجازه نمیدم درباره جهانگیر اینطور حرف بزنی. من بهتر از این نمیتونم حرف بزنم. یه شوفر تاکسی که لفظ قلم بلدی حرف بزنه، اون جهانگیر خانه که بلده چطوری قلم به سلم به صحبت کنه. برق پور جهانگیر خان چشاتو کور کرده. نگهدار پیادشم، یکم تو ماشینت سوار نمیشه. بفرمایی خوش اومدی. پول مصبتو شد، شیطونو میگه تاکسی بفروشم همه پولاشو جلوش آتیش بده.
یه مژده خوبی برات دارم. پدر مادرم از آمریکا جواب دادن. چی نوشتن؟ برای عروسیمون میان ایران؟ نه، ولی از عکس تو خیلی خوششون اومده. نوشتن هر چه زودتر با هم عروسی کنید و بیاید آمریکا. خوشحال نیستی؟ نمیدونم. مثل اینکه بازم باید فکر کنم. دیگه چه فکری بکنی؟ دلم میخواست پدر مادرت اینجا بودن و خودشون میمدن خواستگاری من. خب حالا خالم میاد خواستگاری، مگه فرقی هم میکنه؟ ها؟ مگه فرقی میکنه؟ آره؟ نه. پس دیگه چی میگی؟ ببین عزیزم، من تو رو دوست دارم. کلمه دوست داشتن حتی مناسب عشق من نسبت به تو نیست. من باید بگم تو رو میپرستم. دیگه طاقتم تموم شده. جدا میگم اگه با ازدواجمون موافقت نکنی حتما خودمو میکشم. به خدا خودمو میکشم. تو خودکشی؟ اون دختر بیچاره چقدر احمقه که چاخانای تو رو باور کرده. خب بالاخره قبول کردی که خاله من بشی؟ چرا قبول نکنه؟ 3 سال معشوقت بوده. خب بذار 2 روزم خالت بشه. خب خاله جون، پس تمام نقشه جور شد. تو خاله من هستی. پدر مادرت هم از آمریکا نوشتن که جای اونا خودم از لیلا خانم خواستگاری کنم. آفرین دخترم. خب تو ترتیب نامزدی ما رو دادی؟ آره، فقط شرط خودمون یادت نره. خاطر جمع باشه، ساعت اولش مال من، بعد درسته لیلا رو میذارم تو بغل تو، منتها خودش نباید بو ببره. بازم تو داری به حرفای ما گوش میدی ناکس؟ ناکس اونایی هستن که واسه ناموس مردم نقشه میکشن. زبون درازه میکنه جاسوس بیمار. ببین هر چی اینجا شنیدی اگه بفهمم جایی بازگو کرده باشی پوزتو خورد میکنم. بی خود زدینشه وقتی دین لومون داد. غلط میکنه، مثل سگ میکشمش. خب خاله جون، برای خواستگاری لیلا چی لازمه؟ اول یه انگشتر لازمه. مبارکه، مبارکه. امیدوارم یه عمر با سعادت مرسی. خوشی با هم زندگی کنین. به پای هم دیگه پیر بشین. منم امیدوارم شوهر بسیار خوبی برای دختر شما باشم و بتونم اونو خوشبخت کنم. ضمناً افتخار میکنم داماد شخص محترمی مثل شما هستم. آفرین پسرم، همینقدر بهت بگم که همسر تو از فرشته های آسمونم پاکتر و ساده تره. باید قدر اونو بدونی. البته پدر جون، مطمئن باشین من اونو از چشمای خودم بهتر و عزیزتر نگه میدارم. این خاله جون میدونن من شب و روز از عشق لیلا خواب و خوراک ندارم. اینطور نیست خاله جون؟ آه چرا عزیزم، همینطوره. طفلکی خیلی ناراحته، از شدت عشق داره دیوونه میشه. آقا احمد زودتر باید کارو تموم کنی. خب من که حرفی ندارم، از تو کار خودشونن. پسرم خودت ترتیب عقد و عروسی تو بده. چش پدر جون، با اجازه ما میریم ترتیب عقد و عروسی رو میدیم. من عجله دارم، هرچی میخری زود. 7500 بگو خیرشی ببینیم. خیرشو ببینیم. شنگه علی، قیمت این گردنبند باید خیلی زیاد باشه. آره راستی علی، این همون گردنبندی نیست که با هم پشت ویترین جواهر فروشی دیدی؟ چرا؟ اون روز گفتی آرزو چینه که یه همچین گردنبندی بخری یا به گردنت بندازی. منم امروز اینو برای هدیه عروسیت با آقای جهانگیر خان خریدم. اما من اون حرفو به شوخی زدم. زندگی همه شوخیه، منتها برای بعضیه یه شوخی تلخه. پس چرا به گردنت نمیبندی؟ تو نگه چجوری خریدیش نمیبندم. مطمئنا دزدی نکردم. چرا درست حرف نمیزنی؟ بگو از کجا خریدی، پول از کجا آوردی؟ نکنه تاکسی تو فروخته باشی پسرم. اگه میدونستم انقدر ازم بازجویی میکنین با خودم نمیآوردمش، با پست میفرستادم. چرا عصبانی میشی؟ یه هدیه به این گرونی رو نباید بفهمیم چجوری خریدی؟ خیال نمیکنم این هدیه برای همسر آقای جهانگیر خان انقدر گرون باشه. باز طعنه زدی؟ خیلی ببخشید که به شوهر عزیز سرکار توهین کردم خانم. در هر صورت اگه نمیخواین از یه راننده تاکسی این هدیه رو قبول بکنیم، میندازمش دور، میندازم تو سطح خاک رو. به علی وایسه ببینم. علی، علی وایسه. چرا عصبانی شدی؟ سلام علیکم. فکر کنم درست حد زدی، پدر تاکسیشو فروخته. کدوم آقا عمد؟ نکنه همونیه که یه دختر از سر را برداشته. آره خودشه. اسم دخترش هم لیلا. درسته. خونش تو اون خیابون در سومه. خوب وقتی هم اومدی سراغش مادرم، شب شب عروسی دختره است. عروسی دختره؟ بله. آدم باید شب عروسیش بگه و بخنده، نه اینکه بشینه و بخ کنه. نمیدونم چرا اینقدر ناراحتم.
مثل اینکه دلم شور میزنه. یه دلهوره ای دارم، تو شک و تردید افتادم پدر جون. تمام دخترها شب عروسیشون همینطوره. نه پدر جون، میترسم من با این عروسی اشتباه کرده باشم. شایدم علی رو بیشتر دوست دارم. نمیدونم، خودمم نمیدونم. هنوزم دیر نشده دخترم، به قلبت رجوع کن. قلب آدم هیچ وقت به آدم دروغ نمیگه. اگه علی رو بیشتر دوست داری، همین حالا میشه عروسی. عروس خانم حاضری؟ مثل اینکه اومدن دنبالت. بیا بریم عروس کوچولو، داماد تو ماشین منتظرت، زود باش دیگه. خدایا خودت نگهدارش باش. برو تو ماشین عزیزم. خدایا اون مرد راست میگفت، این دختر منه، شب عروسیشه. چطور شد خانم؟ عجیب، چقدر به لیلا شبیه. آیا حاضرید به عقد ازدواج آقای جهانگیر مهر دوست درآیید؟ دوشیزه لیلا، این دفعه سوم اگر جواب ندید معنیش اینه که حاضر نیستید. بله. آخه برای چی نمیخواین دخترتون شما رو بشنسه؟ برای اینکه نمیخوام از گذشته سیاه مادرش چیزی بدونه. ممکنه این موضوع زندگی و سعادتشو به هم بزنه. کاش میتونستم یک مرتبه دیگه اونو تو لباس عروسی ببینم. میخواین اون خونه که عروسیشون توشه نشونتون بدم؟ آره، خواهش میکنم. پس بلنشین بریم. من جهانگیر رو نمیشناسم، ولی علی رو از بچگی بزرگ کردم. اون تو رو واقعا دوست داره. هنوزم دیر نشده، همین حالا میشه عروسی رو به هم زد. دخترم بعضی از جوانای امروزی گرگایی هم که به لباس میش دارند. گرگایی هم که به لباس میش دارند. چیه؟ به چی فکر میکنی؟ هیچی. خب پس باشه برخص. بفرمایید آقا احمد، شنگولتون میکنم. متشکرم، من مشروب نمیخورم. پس به سلامتی لیلا خانم. شکرت، صد هزار مرتبه شکرت. آخر دیدمش، دخترم آخر دیدم، لیلای خودم. عزیزم چنو مثل غریبا میرسی؟ آره ببینی خیال میکنه تو از من متنفری. چه که؟ نمیدونم، خودمم نمیدونم. چرا ماتت برده؟ یه زنی پشت پنجره وایستده، برم ببینم چی میخواد. با کسی کار داری؟ دنبال کسی میگردی؟ نه، از اینجا رد میشدم، دیدم اینجا عروسیه. گفتم بیام این عروس خوشبخته از نزدیک تماشا کنم. میخواییم بیاییم تو؟ اگه گرست نتونه بگم براتون غذا بیارم. نه خانم جون، متشکرم، گرگ نیستم. فقط به من اجازه بدین چند لحظه اینجا وایسم و شما رو تماشا کنم. شما گریه میکنی؟ گریه ی خوشحالیه. دیدن شما منو به یاد دختر گم شدم انداخت. لیلا میبریم. این کیه؟ با این گده گشنه ها چی کار داری؟ گده نیست، این خانم بیچاره دخترشو گم کرده. میبریم. خدافز. خدافز. خدافز دخترم. شبتون بخیر. شب خیلی خوب بود. خداحافظ. خداحافظ عزیزم. خداحافظ. خداحافظ عروس خانم قشنگ. شب بخیر. شب بخیر. خب دیگه منم باید برم. دخترمو به دست شما میسپرم، شمارم به خدا میسپرم. من از لیلا مثل یک گل نگهداری کردم. امیدوارم شما هم باهاش همون رفتار رو داشته باشید. مطمئن باشین نمیذارم خار به پاش بره. خداحافظ. خداحافظ دخترم. پدر عزیزم، پدرم.
برای چی گریه میکنی دخترم؟ این عشق شوقه، همه دخترها شب عروسی همینطورن. خدا نگه دارد عزیزم. خب عزیزم، بالاخره تنها شدیم، بریم بالا. سب کن جهانگیر، میخوام باهات یکمی حرف بزنم. زن و شوهر تو اتاق خواب با هم حرف میزنن عزیزم. خوش باشی جهانگیر خان، الوعد وفا. پس چرا این دوستت نمیره؟ چیزی نیست، میره. خوشگل خانم، کجا برم؟ همه نقشه رو خودم کشیدم که به عشقت برسم. عزیزم، چقدر آرزو داشتم که همیشه پلوی تو باشم. شما نمیدونین عشق مادری یعنی چه، نمیدونین محبت مادری یعنی چه. شاید، ولی منم معنی عشق و محبت رو خوب میفهمم. خدایا، اگه امشب عروسی منه و من باید خوشحال باشم، پس چرا اینقدر ناراحتم؟ چرا تو دلم طوفانی به پا شده؟ خدایا کمکم کن. چرا تو فکری؟ چرا لباسات در نمیاری؟ جهانگیر، من معذرت میخوام، میخواستم راجع به یه موضوع مهمی با تو صحبت کنم. عزیزم، اینجا حجله عروسی ماست، برای صحبت کردن وقت زیاد داریم. موضوع مهم رو بذار برای بعد. سلام علیکم. اون اینجا چی کار میکنه؟ هیچی، با من کار داره. خوشگل خانوم، ما اینجا تو صف وایسادیم تو نوبتون برسه. یال جنگ خان، ما رو تو خماری نذار، میخواییم امشب به هیچ حسابی برسیم. تو پلن وایسا بیرون تا بعد. بعد بهش بگو که ما هرچی به تور میزنیم با هم میخوریم. منظورش از این حرفو چیه؟ هیچی عزیزم. نه به من دست نزن، خواهش میکنم. من از اول به چیزایی مشکوک بودم، باید حدس میزدم که برام نقشه ای کشیدی. من اشتباه کردم که با تو. بسته دیگه، چقدر حرف میزنی دختر، حوصلم و سر بردی. یلا. نه یا جلو، خواهش میکنم تو که هر دختری بخوای در اختیارتی، اخنن من یکی رو ندیده بگیر. خواب دیدی خیر باشه؟ فکر کردی بعد از این همه خرج ولت میکنم همینطوری بری؟ بهت التماس میکنم، بذار دستتو ببوسم، پاتو ببوسم. من اشتباه کردم که به عقدتو در اومدم، راضی نشو که باعث بدبختی دختری شده باشی. بیا انسانیت کن، رحم کن، جوان مردی کن. به خدا من این جوان مردی تو رو تا آخر عمرم فراموش نمیکنم. بسیار خوب، بلش را عزیزم، بسیار خوب. منم میخوام تا آخر عمر جوان مردی منو فراموش نکنم. کن ببینم دختر، اگه من نکنم به تو برسن، اسم خودم آفت بکنم. برای زیر خواهد خوبم. برای خودی با اون ترکیب دادی، ها؟ خالیس بکنم. آروم بگیر، آروم بگیر. من لیلا رو از جون و دلم دوست دارم، ولی متاسفانه. علی زود بیا پایین، کاره دارم، زود باش بیا پایین. همین الان میام، یه دقیقه صبر کن. چه اتفاقی افتاده؟ شما باشین، من الان برمیگردم. بریم خونه جهانگیر واسه لیلا تو تهیه کرده، آبروش در خطره. اگه مجبور بشی یه چیزی میکنم تو سرت بیهوشت میکنم. کجا میره عزیز؟ بفهمید خونده علی کار از کار بیشتره ها. آرام دختر، دادگاه رسمی است. طبق محتویات پرونده بر دادگاه مسلم گردیده که خانم لیلا فرزند احمد در ساعت 12 شب پنجشنبه 15 شهریور ماه با شلیک یک گلوله به زندگی حسن فرزند یحیی خاتمه داده است. برای تشریح این جنایت دادگاه اظهارات 4 تن از شهود را استماع می نماید. شاهد اول. آقای رئیس، من و لیلا با هم دوست بودیم، یه دوست ساده. پدر لیلا خیلی به دخترش سختگیری میکرد، نمیذاش اصلا اون با هیچ کس معاشرت کنه، حتی میخواست به زور اونو به یه شوفر تاکسی شوهر بده. لیلا هم که از دست پدرش آسی شده بود،
به من پیشنهاد کرد یه عقد و عروسی قلابی ترتیب بدیم تا بتونه از قید و بند خونه پدرش خلاص بشه. منم اخفال شدم و این کارو کردم، ولی متاسفانه عاقبت این کار منجر به قتل رفیق عزیزم شد. بفرمایید در اون شب چی باعث شد که لیلا به طرف حسن تیر اندازی کرد؟ همونطور که عرض کردم، قرار بود بین من و لیلا فقط یه عقد خالی انجام بشه، یعنی رابطه زناشویی اصلا با هم نداشته باشیم. ولی وقتی مهمونا رفتن و تنها موندیم، یه مرتبه لیلا تغییر عقیده داد، از من به اصرار خواست که مثل یه شوهر باش رفتار بکنم. خب منم وجدانم راضی نمیشد، امتناع کردم. یه مرتبه دیدم لیلا مثل دیوونه ها پرید به من، با من شروع کرد به دعوا کردن، بعدم با اسلحه‌ای که تو کیفش داشت منو تهدید کرد، مرتب فریاد میزد، فریاد میزد که باید با هم رابطه زناشویی داشته باشیم. در این موقع رفیقم وارد اتاق شد و مقصودش این بود که لیلا رو آروم بکنه، ولی متاسفانه نصیبش گلوله آتشین شد. بعد لیلا به طرف من تیراندازی کرد، خب منم فرار کردم. آقای احمد مروتپور، شما بگید آیا دخترتون از این عقد عروسی قلابی اطلاعی داشت؟ خدا رو گواه میگیرم که دخترم از این ماجرا هیچ اطلاعی نداشته. تمام حرفای این مرد دروغه. این اتهامات به دختر من نمیچسبه. دختر من مثل فرشته های آسمون پاک و معصومه. دختر منو فریب دادن، گرگ‌های آدم نما اونو فریبش دادن. بفرمایید دخترتون توی منزل هیچ ناراحتی نداشت؟ آقای رئیس، من جون خودمو براش فدا میکردم که راحت زندگی کنه. آقایون قضات، من به عنوان یک پدر جلوی شما گریه میکنم و عشق میریزم. به خدای دو عالم قسم میخورم که دختر من از این عقد دروغی هیچ اطلاعی نداشت. خانم فتنه به عنوان شاهد عقد گفتند لیلا از جریان قلابی بودن این عقد اطلاع داشته. از ایشان در محضر دادگاه سوال میکنم. بله آقای رئیس، لیلا کاملا از این عقد قلابی اطلاع داشت و با خبر بود. به این وسیله میخواست خودشو از قید و بند خونه پدرش نجات بده، میخواست بتونه آزاد بگرده. به علاوه پدرشونو مجبور کرده بود با شخصی به نام علی که راننده یه تاکسی ازدواج کنه. علی فرزند عباس، رابطه شما با لیلا چه قرار بوده؟ من و لیلا از بچگی با هم بزرگ شدیم. من لیلا رو واقعا دوست داشتم. وقتی پای ازدواجش با کسی دیگه به میون اومد، به خاطر سعادت لیلا عشق و علاقم رو تو دلم چار کردم و خودم رو کنار کشیدم. ولی اگه میدونستم که برای لیلا یه همچین دامی درست کردم، به هیچ وجه میدونو خالی نمی کردم. اگه شده بود جونم رو به خطر بندازم، نمیذاشت فرق بشه. بسیار خوب، حالا نوبت آقای دادستانه. ریاست محترم دادگاه، طبق اعتراف صریح متهمه و دلایل موجود در این پرونده و اظهارات شهود، ثابت و محرز گردیده که این جنایت عمدن و به دست این خانم انجام گرفته. آقای رئیس، آقایان قضات، آنچه مسلمه متهمه دیوانوار تحت تأثیر خشم و غضب آنی قرار گرفته، به حیات یک انسان، یک جوان بیگناه خاتمه داده. جوان بیگناه و پاکدلی که با یک دنیا امید آرزو همکنون در سینه خاک خابیده، عالمن و آمدن به دست این متهمه حاضر به قتل رسیده. من به نام قانون و عدالت طبق ماده 170 قانون مجازات عمومی برای متهمه حاضر تقاضای اعدام میکنم. خانم لیلا، اتهامات متهمه رو شنیدید. هر بیانی که به عنوان آخرین دفاع دارید بفرمایید. من یک بار دیگه در حضور شما به جنایتی که کردم اعتراف میکنم. در اون شب من از ناموس خودم دفاع کردم. این شخص با رفیقش توطئه کرده بودن که دامن عفت منو لکه دار کنن. من در برابر اونا مقاومت کردم، از شرف و حیثیت خودم دفاع کردم. آقایون قضات، به خدای بزرگ قسم میخورم اگه دوباره در موقعیت نظیر اون شب گرفتار بشم، بازم اون جنایت رو تکرار میکنم، بازم دستم رو به خون کثیفشون آلوده میکنم. اون شب زندگی من بر سر یک دوراهی قرار گرفته بود. یا باید راه هرزگی رو انتخاب میکردم و مثل زنان هرزه و تیر روز ولگرد کوچه ها میشدم، یا اینکه راه شرف و پاکدامنی رو انتخاب میکردم. در اون شب من فقط به یک چیز فکر کردم، به شرف و آبروی پدرم. پدری که با پاکی و صداقت منو بزرگ کرده بود، پدری که هرگز لکه ننگی در زندگیش وجود نداشت، پدری که هم وظیفه پدری و هم وظیفه مادری رو در حق من تموم کرد. آقایون،
حالا من افتخار میکنم که این پدر به خاطر جنایتی که دخترش مرتکب شده گریه میکنه، نه به خاطر ننگ و بی‌عفتی او. جوونی رو که من به قتل رسوندم به تمام معنی مجسمه رذالت و پستی بود. من به نام وکیل مدعی خصوصی اجازه نمیدم که در باره اون بیچاره اینطور حرفا زده بشه. دیگه به دادگاه. فکر میکنم هیچ جنایتکاری تا به حال به این قشنگی دروغ نگفته. هیچ مجرمی اینطور با کلمات زیبا و فریبنده صحبت نکرده. آقایان قضات، این خانم به طرز وحشیانه مرتکب این جنایت شده و حالا میخواد با کلمات گول زننده خودشو دختر ساده و معصومی جلوه بده. ولی خانم مطمئن باشید با این قیافه به ظاهر بیگناه نمیتونید جنایت وحشیانه خودتونو از نظر دادگاه پنهان کنید. شما جان یک انسان رو گرفتید. شما جوان معصوم و بیگناهی رو با تمام آرزوهاش به وادی نیستی فرستادید. شما مستحق اعدام و مجازات مرگ هستید. آقایان قضات، قانون باید با اشد مجازات مرتکبین این نوع جنایات رو به سزای اعمال ننگین خودشون برسونه. تقاضای اعدام متهمه به خاطر این جنایت یک حق طبیعی جامعه است. به این جهت از محضر دادگاه تقاضا دارم که اشد مجازات را در باره متهمه صادر فرمایند. خانم لیلا، در قبال صحبت‌های وکیل مدعی خصوصی هر جوابی دارید بفرمایید. من محکوم بی‌پناهی بیشتر نیستم. چه جوابی میتونم به حرفای این آقای وکیل بدم؟ فقط یه چیزی رو از خودشون میپرسم. آقای محترم، حتما شما پدر هستی، لابد فرزندی هم داری، پسر یا دختر نمیدونم. و اگه دختر شما در یک موقعیتی نظیر من قرار میگرفت و برای دفاع از ناموس خودش، برای حفظ شرف و آبروی پدرش یک حیوان درنده رو به قتل میرسوند، آیا بازم شما برای اون تقاضای اعدام میکردی؟ نه، خیال نمی کنم. آقای وکیل، اگه محکوم شدن من در این دادگاه و اگه اعدام من باعث میشه که شما به اوج شهرت و افتخار برسید و فرزندانتون به خاطر این افتخار براتون دست بزنن، اشکالی نداره. من حاضرم محکوم بشم، اعدام بشم تا شما به آرزوتون برسید. پس آقای وکیل، شب که در محیط صمیمی خانوادتون مشغول گفتگو بودین، برای فرزندانتون تعریف کنین، بگین که چطور به یک محکوم بیپناه حمله کردین و با محکوم کردن من چه شهرت و افتخاری نصیبتون شد. آقای وکیل مدافع، بفرمید، نوبت شماست. همونطور که به عرض دادگاه رساندم، در این پرونده گرهی وجود داره که فقط به دست یک شاهد باز میشه، ولی متاسفانه هنوز اون شاهد پیدا نشده. از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم مهلتی بدهن تا اون شاهد را به دادگاه معرفی کنم. بسیار خوب، بنابرای تقاضای آقای وکیل مدافع، دادگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل میشه. بله. بگیم بیام تو. برای چی اومدی اینجا؟ بعد از 20 سال اولین حرفت اینه؟ برای چی اومدم اینجا؟ مطمئن باش به خاطر گذشتمون پیش تو نیومدم. گذشته ما دیگه مرد. پس از من چی میخوای؟ هیچی از تو نمیخوام. خیالم نکن که اینجا اومدم از تو ترحم گدایی کنم. نه، به خاطر کسی اومدم که 20 سال رنج زندان رو براش تحمل کردم. به خاطر دختر بیگناهی اومدم که تو اونو امروز در دادگاه با بیرحمی محکوم کردی. اونو یک جنایتکار وحشی معرفی کردی. اون دختر به شما چه؟ اون دختر دختر خودته. چی؟ دختر من؟ بله، دختر من. حالا میخوای یه دختر جنایتکار رو به من بچسبونی؟ اون دختر جنایتکار نیست، اون بیگناهه. اگه باور نمی کنی که اون دختر خودته، هیچ مهم نیست. مهم اینه که حاضر نشی سر بیگناهی بالای دار بره. باید بهش کمک کنی. من هیچ کمکی نمیتونم بکنم. میدونم. بعد از 20 سال هنوزم در دلت از من کینه و نفرت داری. نفرت کلمه کوچیکیه. تو زندگی منو، امید و عشق منو نابود کردی. عشق؟ کدوم عشق؟
همون عشقی که با خیانت و دروغگویی تو به چینه و نفرت تبدیل شد. اگه عشق تو واقعی و حقیقی بود، ما یک سوء تفاهم اینطور مبدل به کینه و نفرت نمی‌شد. اگه واقعا منو دوست داشتی، نباید درباره اتهام دروغی که به من زدن اینطور سطحی قضاوت می‌کردی. من بیگناه محکوم شدم. اگه هیچ کس ندونه، لااقل خدا میدونه که من بیگناه بودم. اگه حرفای منو قبول نداری، یه لحظه به گذشته فکر کن، وجدان تو حاکم قرار بده. برو تحقیق کن، برو بپرس تا حقیقت برات معلوم بشه. مطمئن باش حقیقت مثل آفتابه که هیچ وقت زیر ابر پنهان نمیمونه. من متاسفم که دست کمک به خاطر دخترمون به سوی تو دراز کردم. هیچ وقت حاضر نشد به دخترش کمک کنه. حالا تنها امید ما به اون شاهده. قصه نخورین، هر طور شده اون شاهدو پیدا میکنم. همین الان بلند میشم میرم سراغ جهانگیر. اگه شده چونمو به خطر بندازم، انقدر میزنمش تا بگه اون شاهدو کجا قایم کرده. خدایا خودت به دخترم کمک کن. اینها، این عکسشه. حقیقتو بگو، هر چی میدونی بگو. مریم بیگناه بود، من مادرشو کشتم. چی؟ قاتل مادرش من هستم. 20 ساله که دارم عقوبت گناهامو پس میدم. خدایا این دم آخر منو ببخش. چرا گریه میکنی؟ دم مرگ همه گریه میکنن، حتی بگو اون شاهده کجا قیم کردی؟ بگو با اینا میکشمت. حرف بزن. من چه میکنم؟ احمق احمق اون چه درکت بگو اون شاهده کجا قیم کردی؟ بگو با اینا میکشمت. ریاست محترم دادگاه، آقایان قضات، وکیل مدافع متهمه 2 روز مهلت گرفتند تا شاهدی رو به دادگاه معرفی کنند، ولی متاسفانه تا کنون از شاهد هیچ خبری نشده. من فکر میکنم موضوع این شاهد بهانه است که وقت محاکمه رو به عقب بیندازند. به این جهت از هیئت دادرسان محترم تقاضا میکنم برای صدور رأی اعدام طبق ماده 170 قانون مجازات عمومی اقدام فوری مبذول دارند. شما موافقید؟ دادگاه وارد شور میشود. نه صبر کنید، خواهش میکنم دست نگه دارین، خواهش میکنم به حرفای من گوش کنین. خانم منظورتون چیه؟ اینجا دادگاهه. اگر دادگاه عدل به من اجازه بدین که حرف بزنم. راجع به این پرونده حرفی داری؟ بله آقای رئیس. من مخالفم آقای رئیس. اجازه بدید آقای دادستان، شاید اظهارات این خانم مطلبی رو برای دادگاه روشن بکنه. خانم قسم بخورید که جز حقیقت چیزی رو بیان نکنید. قسم میخورم. شما با متهم نسبتی دارید؟ نه، با اون هیچ نسبتی ندارم، ولی مادرشو کاملا میشناختم. بله خانم، من مادر شما رو خوب میشناختم. اون 20 سال تمام آرزوی دیدن شما رو داشت. 20 سال شب و روز در حسرت دیدار تو اشک ریخت و بالاخره با همین آرزو به گور رفت. مادرت دم مرگ از من خواست هر طور شده تو رو پیدا کنم و بهت بگم که مادرت تو رو خیلی دوست داشت. اون عاشق تو بود، اما اونم مثل تو قربانی یک تهمت شد و به زندان افتاد. اون 20 سال تموم شب و روز گریه میکرد و از اینکه نمیتونست تو رو ببینه رنج میبرد. با وجود اینکه دلش میخواست تو رو ببینه و در آغوش بگیره،
ولی نخواست با گذشته سیاه خودش زندگی تو رو خراب کنه. آقای رئیس، یک نفر شاهد هست که از تمام جریان این عقد قلابی اطلاع داره. اجازه بدید. امکان نداره خانم، به قدر کافی برای شاهد صبر کردیم، دیگه نمیتونیم صبر کنیم. چون با اظهارات این خانم هم نکته مهمی فاش نشد، دادگاه وارد شور میشود. آقایان قضات، ریاست محترم دادگاه، اجازه بدید من به عنوان وکیل مقتول از وکالت مدعی خصوصی استعفا بکنم. برای چی آقای فرزان؟ برای اینکه حقایقی رو برای دادگاه روشن کنم. این دختر بیگناهه و نباید محکوم بشه. مجرم اصلی و محکوم واقعی من هستم. من. اگر میخواید عدالت حقیقی اجرا بشه، به جای متهمه منو باید محاکمه و محکوم کنید، چون مسبب اصلی این جنایت من هستم. آقایان، 20 سال پیش در یک لحظه حساس من وجدانم و زیر پا گذاشتم و این زن رو گناهکار دونستم. ولی از دیشب تا به حال که بیگناهی اون برام روشن شده، خودم رو گناهکار اصلی و مجرم حقیقی میتونم. آقایان، این دختری که امروز در جایگاه متهمین نشسته و من اونو با بیرحمی یک جنایتکار وحشی معرفی کردم، دختر منه. با این حال قضیه فرق میکنه. منو ببخش دختر بیگناه. من به تو توهین کردم، تو رو خیلی اذیت کردم، ولی حاضرم جونمو فدات کنم تا تو و مادرت منو ببخشی. مادرم؟ بله. چطور اونو نشناختی؟ میزنی؟ نه نه، خواهش میکنم حرف نزن. دخترم، همین زن مادر واقعی توه. مادر، دخترم، مادر عزیزم. اجازه بدید، شاهد رو پیدا کردم. این شخص همون شاهدیه که توطئه عقد قلابی رو از زبون این ناجنس شنیده. ریاست محترم دادگاه، اظهارات این شاهد حقیقت امر رو برای دادگاه روشن خواهد کرد. این شاهد در موقعی که جهانگیر و رفیقش برای عقد قلابی توطئه می‌کردن حضور داشته. من یقین دارم اظهارات این شاهد هیئت محترم قضات رو روشن خواهد کرد و درباره متهم رأی مبنی بر بی‌گناهی صادر خواهند فرمود. و به موجب این حکم، چون لیلا فرزند احمد تحت عنوان دفاع مشروع از ناموس خود دفاع نموده است، تبرئه و جهانگیر مهردوست به 10 سال زندان با اعمال شاقه محکوم می‌شود. مامان، خدافظ. خدافظ عزیزم. خدافظ. زود باش بیا بالا. خدافظ. خدافظ. خوش باشی.